سلام ستړي مشه په دې هله چې د اختر خوشاله ورځ ولري درنو لیدونکو اختر او د افغان پولیسو یا امنیتي ځواکونو په دریو جبهو یا برخو کې د بوختیا او مصروفیت مسله له کرونا سره د مبارزې مسله چې کابل خاریان یا په ولایتو کې د قرنطین مسله باید جدي ونیول شي امنیتي مسؤلیت چې باید په ټول افغانستان کې امنیت خوندي کړي او د دې ترڅنګ بیا د جنایي پیښو د کنټرول او د تړیر حدا پورې ورته رسیدل هم هغه مسایل دي چې پولیس ورسره مخ دي. نن موږ د اختر په لومړۍ ورځ د پولیسو دندو او مسؤلیتونو او مصروفیتونو او بوختیا ورته ځانګړې کړې ده چې د دوی مبارزه به په دې دریو جبهو کې یا په دریو برخو کې څه ډول وسي او خدای مکړه پولیس به له کومو ستونزو سره مخ وي که هیوادوال ورسره مرسته ونه کړي. نو نن راسره په بس کې میلمه ده د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی طارق آریان صاحب. آریان صاحب سلام، عید شما هم بخیر. سلام، وقتتان بخیر. عید شما و همکارانتان تبریک میگم. تشکر جناب طارق صاحب. سه جبهه مختلف که مبارزه با کرونا و مبارزه با قرنطین هستند و همچنان مسائل امنیتی و مسائل جرایم جنایی، اولویت شما در روزهای عید در کدام بخش هست؟ خب ما در پایتخت سه روز عید قیود گشت و گذار وضع کردیم که به اساس فیصله کابینه بوده ایره تطبیق میکنیم. یک اولویت هایی است و مسئله بعدی تمام نیروهای امنیتی ما در سراسر افغانستان بارت آماده باش هستند تا روزهای عید سعید فطر، هرچند ما در عصر کرونایی قرار داریم، تامین امنیت بکنند، در خدمت شهروندان باشند، شب روز مثل که همیشه بودند و تدابیر خاص پلیس وجود داره. در این حال که ما در جبهه کرونا مصروف هستیم، بحث عید سعید فطر هم آمده و بحث جنگ هم، نیروهای امنیتی و دفاعی ما با طالبان مصروف نبرد هستند با سایر گروه های تروریستی و پلیس و نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آمادگی های خود در هر حالت داره. خب مسئله قرنطین و مبارزه با قرنطین چقدر خوشبین هستین که گویا شما امو تدابیر جدی را در سه روز عید شما تطبیق کرده بتانید؟ خب این بگونه قطعی تطبیق میشه به دلیل ای که یک از فیصلهای کلان است و دوم مسئله ای است که ما در یک شرایط بحرانی قرار داریم. عید یک از جشنهای سنتی و پذیرفته شده ما شما است، چون در روزهای عید اگر جلوگیری نشه و از تردد یا گشت‌وگذارها ای باعث میشه که تعداد زیاد یا کل شهروندان ما به شکل عادی اوتومات زمینه را برای شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف شهر فراهم می‌سازد. به دلیل اینکه این را جلوگیری کرده باشیم، در سه روز عید قیود گشت و گذار به گونه کامل تطبیق میشه، راه‌های عمومی و فرعی در کابل مسدود خواهد بود. خب تجربه پیش از عید نشان میداد که اقدر جدیت در کار نبودن، پس اگر همشهری های ما در بعضی موارد که تا هنوز خود دیده نمیشن اگر خلاف امی موارد اقدام کردن، برخورد شما چگونه شاید باشن؟ یکی از برخوردهایی که ممکن است انجام شوه و برای پلیس و بخش ترافیک هدایت داده شده ای است، در صورتی که موترها و وسایل بیشتر از اون معیاری که تعیین شده برای گشت و گذار، مخصوصا وسایل نقلیه که اینا مسافه بری نیستن و مردم استفاده میکنن به شکل عادی، تعداد بیشتر از 4 نفر باشه، پلیس ترافیک وارد جریمه میکنه و همراهشان برخورد میکنه. یکی از نوع برخورداست که با متخلفین صورت میگیره. ما فکر میکنم یک بخش از جامعه ما که وا فقرا هستن، نیازمندا هستن، وا موترهای لوکس ندارن، وا موترهای 5000 10000 20000 دلاری ندارن که دشار گشت و گذار کنن. آنچه که برمیگرده به موترداران و به تاجرها و کسایی که اینا منظور ما کسایی است که موترهای لوکس سوار میشن به چکر و تفریح،
با اونا قطعا به اساس اصول برخورد میشه. خب در مجموع قیود شما یا قیودی که از طرف حکومت خصوصا وزارت داخله و یا در از رهبری حکومت گرفته شدن فقط به خاطر قیود گشت و گذار موترها هستن و یا افرادی که پیاده هم جای میرون میآیند؟ وقتی از بعض قیود صحبت میکنیم شامل حال کلگی میشه، اما برخی از سه استثناء به فکر میکنم نیاز است که در نظر گرفته شود. اگر کسی مریض داره نیاز به خدمات صحی داره، اگر کسی نیاز به خدمات امنیتی داره، مشکل امنیتی دارن، و یا کسایی که بعض نیازمندی غذایی دارن و مواد اولیه، اینا سه کاتگوری استثناء میباشن. دیگه در غیر از اون با کسایی که تشخیص شده که غیر ضروری میبرن پلیس از پیشان بازپرس میکنه. خب والی کابل یک طرح را فکر میکنم در صفحات اجتماعی هم نشر شدن که موترهای پلیت جفت و تاق شاید در روزهای عید اجازه بدن. دقیقا شما هم امی طرح را در جریان هستین و یا در حالت تطبیق هست و یا خیر؟ این طرح بعد از این قابل تطبیق است. میکانیزمی که کمیته استرار سرش فکر کردن که او شامل وضع ترافیک است، وضع مراودات روزانه پیشاوران است، کسب‌وکاران است، او میکانیزم و طرح بعد از این قابل تطبیق است. اما در روزهای این ما قطعا قید گشت و گذار را داریم و این محدودیت وضع شده تطبیق میشه از فردا و خواهش ما از شهروندان پایتختی است که با پلیس خودم کار باشند، چون پلیس مکلف است که فیصله های کنان را تطبیق بکنند. خب در مورد آگاهی عامه قبل از عید باید بیشتر کار می شدن، خصوصا وزارت داخله و پلیس به خاطر همکاری هرچی بیشتر مردم در روزهای عید. در این مورد اقدامات وزارت داخله چی بوده؟ من فکر می کنم به گونه بسیار گسترده بس آگاهی در بین مردم وجود داره. مردم آگاه هستن هم از مسائل قرنطین، قوید گشت و گذار، مسئله کرونا، تهدیدات صحی، از تمام مسائل مردم آگاهی دارن. اما در برخی از موارد همکاری صورت نمیگیره و با قضیه کرونا سطحی برخورد میشه. پلیس به عنوان قوی مجریه و قوی اجرایه هر صلاحیتی که و هر فیصله که در سطح کلان او فیصله شده پلیس مکلف است که تطبیق بکنه. خب ما عسکر هستیم، در جایی که فیصله های کلان صورت بگیره ما مکلف به تطبیقش هستیم. اما در این حال انتظار ما ای است که شهروندهای ما با پلیس خود همکاری بکنن، چرا که ما با درک از شرایط نمیخوایم از فرمول خشونت استفاده بکنیم و فرمولی باشه که خدای نخواسته در کنار دیگه مسائل و مشکلات که شهروندهای ما دارن ای باعث شده که باعث آزار و اذیتشان شده یا خدا نخواسته باعث ناراحتی و فاصله میان پلیس و مردم. ما اینو در نظر داشتن باشند که بحث برخورد پلیس مهم است و در کشورهای دیگه مثلا هند از فرمول خشونت استفاده میکنه. شما حتما ویدیوها رو در فضای مجازی دیدید که پلیس هند با وجود که دومین کشور پرنفوس دنیاست و بیشترین فقرا و قشر مستضعفان هند بر خود در دل خود جای داده، تا کسایی که در سرسرک و همونجا زندگی میکنن تولد میشن، بعضشان حتی لباس ندارن، لباس درست، ولی اونا هم فیصلهای کلان تطبیق میکنن، فیصلهای پلیس هر و با پلیس خود همکاری میکنن. انتظار مایی است که در افغانستان هم این فرهنگ شکل بگیره و تنها ما مسئولیت بر پلیس نسپاریم. پلیس به تنهایی خود قطعا هیچ پروسه ملی را نمیتونه موفق شود. تشکر جناب رئیس. یک وقفه کوتاه داریم، برمیگردیم ان شاء الله مسائل دیگه را هم ان شاء الله دنبال میکنیم. یولند دمل رم درنولیدون کوبیا را گرزم استاسو ملتیا غواړم.